bom chum chum 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 bom به همه هموطنان عزیزم، با خوشحالی از این که باز همین فرصت هست که با شما باشم در تلویزیون ایران فردا با برنامه امروز و فردای ایران. این هفته رو من اختصاص دادم به یکی از بزرگترین مسائل و معضلاتی که امروز در اروپا به وجود آمده که ریشه هاش رو ما در این سه دهه گذشته در ایران خودمون هم بسیار داشتیم، مسئله پناهندگی گروه‌های مختلف اجتماعی از کشورهای مختلف، خاصه افریقایی و آسیایی و بیشتر مسلمانان. میدونید که به هر حال این مسئله پناهندگی که امروز به نوعی به گفته بعضی از مسئولین اروپایی کشورهای اروپایی رو فلج کرده، الزاماً نمیتونه فقط ریشه در این باره داشته باشه که آدمها هوس بکنن از زندگی خودشون، از مملکت خودشون، از جامعه خودشون، از خانواده و فامیل خودشون ببرن و به خارج از کشور خودشون برن. بدون تردید هم چیزی نیست. اگر که ما به دوران همین بعد از جنگ بین‌الملل دوم نگاه بکنیم، یعنی در زمان تأسیس سازمان ملل متحد در 1948، می‌بینیم که در اونجا در منشور حقوق بشر یک نکته وجود داره که به هر حال برای افراد بشر آزادی های سیاسی بدون قید و شرط قائل شدن و براشون حق انتخاب جا، حق انتخاب محیط زندگی. بر این اساس بود که سازمان ملل متحد در 1951 قانون پناهندگی رو به وجود آورد و بر این اساس از اون زمان پناهندگی جدید، یعنی به نوعی بعد از همین مسئله سازمان ملل متحد در دنیا شکل گرفت. این مسئله که چرا این مجموعه ای که از مملکتشون فرار میکنن، از خونه و خانوادهشون فرار میکنن، اسمشون پناهنده میشه، به نظر من ریشه یابی خیلی مشخصی رو میخواد و اون ریشه یابی اینه که هر فردی در زندگی خودش به نوعی میتونه مهاجرت بکنه، همونطوری که از خونه خودش، از ده خودش، از شهرستان خودش به کشور، شهرهای مرکزی پایتخت کشور خودش و از اونجا به کشورهای دیگه. یه وقت هم هستش که اینها مجبور به این مهاجرت میشن. اون زمان چه زمانیست؟ اون زمان زمانیست که عرصه زندگی برای این آدم ها تنگ میشه و بیشتر به دلیل حکومت هایی که در اونجا دارن، این حکومت ها هستن که باعث میشن که افراد، حالا چه به دلیل سیاسی، چه به دلیل مسئله اجتماعی و حقوق بشر، چه به دلیل اقتصادی، هر کدوم از مملکت خودشون، از خونه و کاشانه خودشون بیرون بیان و همه خطرات رو بپذیرن تا به یک کشوری که به نظر خودشون امنه، کشوری که به هر حال میتونه براشون جایی رو به وجود بیاره که اونها بتونن راه آینده زندگیشون رو مشخص بکنن. ولی بیشتر این کشورها کدوم کشورها هستن؟ میبینیم که این کشورهایی که حکومتهای دیکتاتوری دارن، حکومتهایی که در حال امروزی که اروپا بیشتر از همه جا زیر فشار پناهندگان قرار گرفته، اتفاقا به دلیل خود اروپاست.
به دلیل همین حمایت هایی که از حکومت های دیکتاتوری میکنن، به دلیل قراردادهای اقتصادی که میخوان با اینها ببندن، به دلیل به هر حال حمایت های چه شرق چه غرب هیچ تفاوتی نمیکنه، هر کدومشون به یک منظور این حکومت ها رو نگه میدارن. این حکومت ها که مردمی نیستن، انتخاب شده مردم نیستن، به مردمشون فشار میارن و مردمشون عاصی میشن، میتونن که از جای خودشون کنده بشن. نمونه های اخیرش مسئله امریکا و عراق، مسئله به هر حال لیبی، مسئله خود سوریه و ایران، همه اینها نمونه های بیشمار از این قضیه است. امریکا چرا به عراق حمله کرد؟ به هر حال منابع نفتی، چرا اون ائتلاف به لیبی حمله کرد و اون روز انداخت لیبی رو که هنوز که از اون روز هنوز یک حکومت مستقل ندارن. من یادم هست اولین رئیس دولتی که بعد از کشته شدن قذافی به اونجا رفت آقای سرکوزی بود و بلافاصله اعلام کرد که از این به بعد 35% قراردادهای نفت لیبی با ما خواهد بود. نمونه دیگرش همین بحث سوریه، جمهوری اسلامی، حالا اگر که درست عکس فرانسه و لیبی منافع اقتصادی لیبی نصیب فرانسه شد، درست منافع و ثروت ایران نصیب آقای بشار الاسد و نتیجهش این 4-5 میلیون آواره و این متشابه از 245,000 نفر کشته. خب این حضور پناهنده ها چه نفعی داره چه ضرری داره؟ من تصور میکنم که به طور مشخصی که به قضیه نگاه بکنیم، غیر از مهاجرینی که به هر حال به دلیل اشتغال، به دلیل رد و بدل کردن تکنولوژی به این کشورهای اروپایی از داخل خود اروپا بیشتر سفر میکنن، اکثریت قریب به اتفاق پناهندگان مسلمان هستند، حالا که به طور مشخص از سوریه و بعدش از اریتره هستند، در حال در بینشون افغانی، ایرانی، همه اینها وجود دارن. برای دولت‌های اروپایی هزینه های بهداشت، درمان، نمیدونم آموزش، نمیدونم همه این مسائل وجود داره و اون آماده شدن زندگی اونها در این کشورها و بیشتر به دلیل بچه های زیادی که دارن مشکلات پیرو این هم وجود داره. ولی یک سوالی که به نظر من باید که به نوعی بیشتر بهش پرداخته بشه، عجیب اینه که این مجموعه پناهندگان اکثرا جوان هستند. اعلام شده که در همین یک سال گذشته 1500 تا بچه، یعنی با تعریف سازمان ملل، زیر 18 سال پناهنده شدن بدون سرپرستای خودشون. البته ما این نمونه رو با کاری که در انگلستان انجام میدیم داریم که بچه های بدون سرپرست، بچه های حتی کوچیک از اقوام ایران میان پناهنده میشن ایرانی به این کشور که اونها پرونده های مشخصتری رو از نظر ما دارن. ولی مسائلی که باعث میشه که اینها از کشور خودشون بیان بیرون، زیر فشار دیکتاتوری، به حال نبودن کار، ناامید شدن، افسردگی، بسیاری از این مسائلی که نبودن یک فردای بهتری برای خودشون، مهاجرت میکنن. یک سوال البته اینجا مطرح هست، اون سوال اینه که اکثریت اینها عرض کردن مسلمونن، ولی این مسلمون ها به کشورهای ثروتمند مسلمان مثل عربستان، مثل قطر، مثل کویت، مثل امارات پناهنده نمیشن، به کشورهای کافر پناهنده میشن. خیلی جالبه این قضیه، ولی خب به هر حال وارد اون بحث من نمیشم. بحث انسانیش رو من مطرح میکنم، بحث سیاسیش رو مطرح میکنم، بحثی که میتونه که مسائل و شرایط زندگی اینها رو به نوعی شکلش رو عوض بکنه. ولی اگر من در همین زمینه که این بحران به وجود آمده که ما در 13 سال پیش نامه‌ای به G8 نوشتیم، به 8 کشور قدرتمند دنیا که جلسه ای رو داشتن، که شما اگر که دیوار آهنین هم دور اروپا بکشید، محال ممکنه که بتونید جلوی سرازیر شدن پناهندگان رو بگیرید. نتیجهش همین امروزه که با این شکل مواجه هستیم ما. ولی چه راهی وجود داره؟ راهش اینه که یک کمی از منافع خودتون دست بردارید، یک کمی از حمایت‌های این دیکتاتورها دست بکشید تا اینها که همیشه
مهاجرت با یه ترس همراهه، این مردم در کشورهای خودشون در جامعه خودشون بمونن، نه در این بر آواره بشن نه اون بر مشکلات حتی کشورهای پناهنده فرست هم همین حالت هست. من در مورد ایران خودمون به همین قضیه نگاه میکنم. بحثی که ما داریم بیشتر برمیگردیم به همین مسئله درون خودمون در ایران خودمون. در این 30 چند سال گذشته ببینید که چه تعداد پناهنده بیرون آمده. ولی اجازه بدید که اگر در رابطه با کل پناهندگان به سازمان ملل مراجعه کردیم، در مورد ایرانی ها ریشه پناهندگی وجود داشته که اولش برمیگرده به صدر اسلام زمان خسرو پرویز که میگن عده ای از دانشمندان ایران این همین امروز با فشار اسلام فرار کردن به کوههای حرا. البته روایت هم هست میگن که قرآن که آیه هاش نازل میشده برای حضرت محمد در کوههای حرا، شاید که در روایتی شایعی از طرف همین دانشمندان ایرانی بوده. بگذاریم، وارد اون مسئله من نمیخوام بشم. ما 11 سال پیش یک منشور پناهندگان ایران تهیه کردیم برای اینکه مسئله خودمون رو بررسی بکنیم. در همون زمان یک کتاب پناهندگان ایرانی رو به چاپ رسوندیم، روی سایت ما هست، وجود داره. در همه این موارد رفتیم به دنبال این که مشکلات ما چی بود. مشکلات ما غیر از این همه مسائل نبود، مشکلات ما از 30 چند سال پیش شروع شد، مشکلاتی که به حال این فشار این حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی، حکومت ایدئولوژیک مذهبی باعث فراری دادن میلیون ها انسان شد. درسته که الان بر اساس آماری که خود جمهوری اسلامی اعلام میکنه حدود 5 میلیون نفر خارج از کشور هستند، ولی بیشمار آدمی آمدن و برگشتن و این 5 میلیونشون باقی موندن. در کجای دنیا شما میبینید که از یه جامعه که 70 میلیون جمعیت امروز داره، 80 میلیون جمعیت داره، 5 میلیونش خارج از کشور خودشون زندگی بکنن؟ اینا کیا هستن؟ اینا چه جور آدمایی هستن؟ اینها دقیقا همون آدم هایی هستن که میخواستن که فرار بکنن از یک استبداد سیاسی، از نبود آزادی های اجتماعی، از مسئله فقر، از مسئله تبعیض. همه اینها وجود داشته در تمام این سالها، حتی زمانی که سال 76 آقای خاتمی انتخاب شدن. سال بعدش ایران جز 10 کشور بزرگ پناهنده فرست بود و همچنان وجود داره. ما هم پناهنده فرستیم هم پناهنده پذیر هستیم. پناهنده فرست هستیم 4-5 میلیون یا بیشتر، پناهنده پذیر هستیم 1-2 میلیون افغانی و عراقی و اینها. اینی که با اونها چه رفتاری داریم، اینی که با ما در خارج از کشور کشورهای میزبانمون چه مسائلی رو دارن، کاملا متفاوته با دیگر پناهنده هایی که امروز ما شاهد حضورشون در کشورهای غربی هستیم. ولی تفاوت ما شاید در اینجاست که ما امروز بسیاری از کشورهای دنیا در این رابطه با افتخار از حضور ایرانی ها بحث میکنن. امروز بحثی که ما داریم بحث الزاماً پناهنده اقتصادی نیست، نه اینکه درش وجود نداره، ولی الزاماً اقتصادی ما نیستیم. بیشترمون جوان هایی هستن که دارای تحصیلات عالیه هستن. این سرمایه عظیم که همین اخیراً یه بررسی شده، خروج این سرمایه های انسانی در هر سال 2 برابر ثروت نفت ایران در هر سال. شما در نظر بگیرید که ببینید ما به کجا داریم میریم. ولی بحث مشخصتر به نظر من، ما در منشور خودمون که روی سایت اینترنتی هست میتونید ببینید، سایت acireiran.com هست، رو صفحه فیسبوک من وجود داره، همه این هست. این منشور رو ببینید که ما اصلا چرا پناهنده ایم، ما چرا به این مشکل دچار شدیم، ما چرا قبول میکنیم که از مملکتمون فرار بکنیم با هزار مشکلات، نمیدونم تبعید بشیم، تجاوز بهمون بشه در راه ها، مشکلات کشورهای میزبان رو تحمل بکنیم. بسیاری از این مسائل و بیشمار از این مشکلاتی که برای ماها، برای همه ماها به وجود آمده. یک واقعیت رو یادمون نره، در این بیشتر از 3 دهه گذشته این بیشترین فشاری که از نظر اجتماعی سیاسی به یک گروه مشخصتری تو جامعه ایران به وجود آمده و اینها رو وادار به ترک وطنشون کرده، به ترک وطنی که به هر حال این مایی که
ایستادیم برای آینده ایران با این مشکلات دست و پنجه نرم کنیم. به نظر من هیچ راهی نداره. مسئله ایران در نبودن تمامیت، کلیت و موجودیت جمهوری اسلامی که این مردم بتونن به وطن خودشون برگردن، ایران رو بسازن و ما در جایگاه شایسته و بایسته خودمون در صحنه بین‌المللی قرار داشته باشیم. بسیار سپاسگزارم.